شورای حقوق بشر در امور ایران که به تازگی به این سمت برگزیده شده است نوشتند ما ضمن استقبال از انتخاب شایسته اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل مشتاقانه در انتظار سفر جناب عالی به ایران و دیدار با زندانیان سیاسی عقیدتی و خانواده های آنان به ویژه بازدید از زندان‌های جمهوری اسلامی برای آگاهی یافتن از عمق ظلم و بیداد حاکم بر کشور خود هستیم. و در ادامه تعطیلی کوره‌های آجرپزی و بیکاری 10,000 نفر در رشت‌خوار به علت افزایش قیمت سوخت. اظهار نظر دادستان اصفهان درباره دوچرخه سواری بانوان در خیابان. بی اطلاعی خانواده تاج‌زاده از محل نگهداری او. محکومیت محسن برزگر فعال دانشجویی. نگرانی از وضعیت احمد زیدآبادی و ادامه بازداشت فعالین دانشجویی. افزایش قیمت سوخت کوره‌های آجرپزی در رشت‌خوار را تعطیل کرد و باعث بیکاری 10,000 نفر شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عضو اتحادیه مصالح فروشان و کوره‌داران رشت‌خوار گفت 40 واحد تولید آجرپزی در شهرستان رشت‌خوار با هدف‌مندی یارانه‌ها و گرانی نفت کوره 100% تعطیل شدند و بیش از 10,000 نفر کارگر در این کوره‌ها اکنون بیکار و سرگردان شدند و امرار معاش خانوادگی آنان دچار مشکل شده است. علی اصغر احمدی رئیس اداره بازرگانی رشت‌خوار در این خصوص گفت گرانی نفت کوره موجب تعطیل شدن کار این صنف در رشت‌خوار شده است. به افزود برای تامین سوخت این قشر مکاتباتی انجام شده است. دادستان اصفهان گفت جای دوچرخه سواری بانوان در خیابان نیست. به گزارش خبرگزاری دانشجویی ایسنا، محمد رضا حبیبی با اذعان به اینکه دوچرخه سواری بانوان در قانون عملی مجرمانه تلقی نشده است گفته برخورد با این گروه از خواسته های علما و روحانیون است و جای دوچرخه سواری بانوان در انظار عمومی و در خیابان نیست. وی اظهار کرد از علما در خصوص دوچرخه سواری بانوان سوال شده است و آنها اعلام کردند خلاف شرع است ولی در خصوص ترک موتورسیکلت از آنها سوال نشده است. شاید اگر از آنها سوال شود بگویند این هم خلاف شرع است. وی با اشاره به حادثه خمینی شهر بیان کرد در اطلاع رسانی و خبر باید دقت نمود تا نحوه اطلاع رسانی و خبر رسانی موجب بالا بردن احساس ناامنی در جامعه نشود چرا که احساس ناامنی از ناامنی مضرتر است. خانواده سید مصطفی تاج‌زاده هنوز از محل نگهداری او بی اطلاعند. به گزارش تحول سبز، مصطفی تاج‌زاده که برای 5 روز به مرخصی آمده بود در حالی به زندان بازگردانده شد که روز پیش از بازگشت به علت ضعف جسمی زیر سرم بود. وی که از 7 ماه پیش و در اعتراض به برخوردهای غیرقانونی صورت گرفته روزه‌دار بوده است، پیش از بازگشت به زندان نیز اعلام کرده بود که در صورت عدم انتقال به بند 350 اوین و استمرار نگهداری در شبه انفرادی ایزوله روزهای اعتراضی خود را از سر خواهد گرفت. خواسته های وی برای پایان دادن به روزه های اعتراضی، برخورداری از حقوق عادی یک زندانی مانند ملاقات و تماس های تلفنی منظم، انتقال به بند عمومی و دسترسی به حداقل امکانات پزشکی مورد نیاز عنوان شده است. این در حالی است که به گفته پزشکان تاج‌زاده وی به دلیل روزه‌داری مداوم به شدت ضعیف شده است و به دلیل آرتروز شدید گردن که باعث فشار بر روی نخاع وی شده است نیاز فوری به انجام فیزیوتراپی مستمر دارد که مسئولان پرونده وی تاکنون پاسخ روشنی به این درخواست ندادند. محسن برزگر دبیر فرهنگی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد.
یک منبع مطلع به پرونده این دانشجو در گفتگو با کلمه اعلام کرد دادگاه برزگر بدون اطلاع این دانشجو و به صورت غیابی برگزار شده و چند روز قبل از برگزاری امتحانات پایان ترم دانشگاه این حکم به وی ابلاغ شده است. اعتراض این دانشجو به نحوه برگزاری دادگاه هم بیفایده بود و حکم بدوی 2 سال حبس تزیری مجدداً تایید شد. اکبرزاده معاون دادستان بابل نیز پیش از این اقدام به تهدید این دانشجو کرده و در هنگام تفهیم اتهام اولیه به برزگر گفته بود اگر وجود تو را برای امنیت ملی خطرناک احساس کنیم بدون تشکیل هرگونه دادگاهی تو را خواهیم کشت. محسن برزگر عضو ستاد دانشجوی مهدی کروبی در بابل و عضو شورای عمومی دفتر تحکیم وحدت پس از انتخابات ریاست جمهوری بارها توسط نیروهای امنیتی احضار و بازداشت شده است. در حالی که احمد زیدآبادی دبیر کل سازمان ادوار تحکیم وحدت طی 2 سال اخیر کماکان بدون مرخصی به سر می‌برد، خانواده وی از ملاقات با وی در زندان و وضعیت جسمانی وخیم او خبر دادند. به گزارش جرس، خانواده این فعال ملی مذهبی بعد از ملاقات صورت گرفته در 5 شنبه 2 تیر ماه در زندان رجای شهر اعلام کردند که از 3 هفته پیش تا کنون به نظر می رسد حداقل 10 کیلو لاغر شده است و این جای نگرانی بسیار دارد. خانواده زیدآبادی با ابراز نگرانی شدید نسبت به وضعیت وی همچنین گفتند یقیناً به دلیل مرگ مرحوم مهندس عزت‌الله صحابی، حاله صحابی و هدا صابر که از دوستان زیدآبادی بود، تحمل این مصیبت‌ها نیست که در زندان طاقت فرساست سبب وضعیت فعلی او شده است. احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار زندانی از خرداد سال 88 بازداشت شده و از آن روز تا کنون حتی برای 1 روز هم به مرخصی نیامده است. دادگاه انقلاب وی را به 6 سال زندان، 5 سال تبعید و محکومیت مادام العمر از هر گونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و هواداری و مصاحبه و سخنرانی و حتی تحلیل حوادث به صورت کتبی یا شفاهی محکوم کرده است. بازداشت فعالین دانشجویی ادامه دارد. به گزارش جرس، میثم امامزاده دبیر تشکیلات مجمع اسلامی دانشجویان سمنان صبح روز 5 شنبه بازداشت شد و علت بازداشت و محل نگهداری وی و همچنین وضعیت او خبری در دست نیست. بنابراین گزارش، این 3 دستگیری در 2 ماه اخیر از فعالین دانشجویی دانشگاه سمنان می باشد. همچنین منابع خبری گزارش دادند که محمد امین علیزاده دانشجوی ترم آخر جامعه شناسی دانشگاه اصفهان 4 شنبه شب 25 خرداد ماه از سوی مأمورین وزارت اطلاعات بازداشت شد و همکنون در زندان مرکزی اصفهان در بازداشت به سر می برد. در حال حاضر هیچ گونه اطلاعی از وضعیت نامبرده در دست نمی باشد و از زمان بازداشت تا به حال خانواده این فعال دانشجویی موفق به دیدار و یا دریافت خبری از وضعیت او نشدند. طی روزهای اخیر تارا سپهریفر دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه صنعتی شریف هم به 7 سال حبس تعزیری و 74 ضرب شلاق محکوم گردید. ممنونیم که امشب هم با اخبار رسا ما را همراهی کردید. تا فردا شب خدایار نگهدارتون.